اجازه میخوام اگه سوالی دارین بفرمایید، اگه نه من گفتم اگه وقت اضافه اومد راجع به آینده جهان یه چیزی هم راجع به هوش مصنوعی در آینده بگم که شاید مورد توجه بینندگانمون قرار بگیره. بله حتما، اتفاقا جزء علاقمندی های خود من هم هست هوش مصنوعی و آینده این دنیایی که داریم با در واقع این هوشی که داریم میسازیم. و اون یکی از اون ترس های هاوکینگز بود فکر میکنم که در آینده چه کسی به چه کسی مسلط خواهد شد. بله بفهمید توضیح میشنوید. ما امشب راجع به آینده جهان از نظر فیزیکی صحبت کردیم، مال این مال آینده های دوره، چند هزار هزار میلیارد سال بعد مثلا چنین اتفاقاتی میفته، ولی یک چیزایی هم در آینده نزدیک ما هستن. دو تا موضوع خیلی هیجان انگیز توی آینده نزدیک پیش میاد که برای ما تفکر برانگیز شده. دوست دارم که بینندگان عزیزمونم، فقط من طرح موضوع میکنم توی این 10 دقیقه خودتون پیگیری کنید. دو تاست، یکی این که این هوش مصنوعی یعنی این توان پردازشی نرم افزارهای کامپیوتری که داریم می نویسیم اینا به کجا می انجامه، صحبت ها راجبشون هست. دوم هم فناوری هایی که داره بیماری ها رو درمان میکنه، این به پیشرفت پزشکی، و این داره به جایی میرسه حالت ریشه‌ای و رادیکال به قول معروف پیدا میکنه و ممکنه طول عمر ما رو به شدت افزایش بده. به دومی که نمیرسیم امشب، ولی اولی رو من میخوام به یه مقدار فیزیکی ترم هست اینو توضیح بدم. این هوش مصنوعی که داریم میبینیم این روزا توی لوازم خانگیمون هم دیگه داره وارد میشه. خب خودروهای خودران دارن میان، خیلی از وسایلمون داره اتوماتیک میشه و اینا، هوش مصنوعی رو میبینیم متاخو خیلی حالا ضعیف، ولی وقتی که بهش فکر میکنیم این داره به شدت توسعه پیدا میکنه، هم از نظر نرم افزاری که کدهای بهتری میسازیم واسش مینویسیم، هم از نظر سخت افزاری که میخواد این کلا رو اجرا کنه. این خلاصش اینه که این به سرعت داره افزایش قوی تر میشه. این اگه قوی تر بشه کاملا میشه تصور کرد، یعنی این در پیش رومونه، حتی بعضی ها میگن 20-30 سال دیگه. این اگه بتونه این هوش مصنوعی برای خودش کد نویسی کنه چی؟ اگه بتونه کدای خودش رو بهبود بده و به مرحله‌ای برسه که خودآگاه بشه، بعد چه اتفاقی میفته؟ به نظر میرسه برای ما یه فاجعه ای خواهد بود. چرا که به محض اینکه این اتفاق بیفته سرعت پیشرفت اون خیلی خیلی سریعه، یعنی خودشو سریعا بهبود میده. بعد ما حدس میزنیم که اگه چنین هوش مصنوعی به وجود بیاد که بفهمه خودش کیه و خودآگاهی پیدا کنه، بعد احتمالا سریع منابع رو میبره سمت پیشرفت بیشتر و تولید مثل خودش. و دانشمندا میگن که اگه چنین اتفاقی بیفته وقت همه امکانات ما رو در وهله اول و همه امکانات سیاره رو در وهله بعدی به خودش اختصاص میده برای پیشرفت و تولید مثل، و این کارم خیلی سریع انجام میده، چون این سیلیکونیا خیلی سریعتر ماها کامپیوترهای کربنیم تکاملیم اون سریع پیشرفت میکنه، خیلی خیلی سریع در عرض چند سال. من الان میبینم مهندسای تراز اول، کسایی که پیشرو تکنولوژی بودن مثل ایلان ماسک، بیل گیتس، اینا وقتی دارن صحبت میکنن کاملا این خطر حس شده. از 20 سال پیش دارن دانشمندا می نویسن، مهندسا و دانشمندا روزش می نویسن، ولی نزدیک داریم بهش میشیم.
میگفتن 45 مثلا، واقعا ممکنه خیلی نزدیکش باشیم دیگه، عددی نیست، 30 سال دیگه، 25 سال، 30 سال دیگه میشه. اینا میگن که باید محتاط باشیم، الان ما با رقابت زیاد همه داریم میریم سمت هوش مصنوعی، مخصوصا فشار پروژه های نظامی پشتشه، هواپیمایی که خودش پرواز کنه بره بزنه بیاد بشینه، اینطوری دوست دارن نظامی ها، یا تانکی که یا روبوتی که خودش اصلا همه کاراشو بکنه، خب اونا دوست دارن. یه فشار اونا گذاشتن، این کاربردهای عمومی هم داره، داره سریعا رشد میکنه. اینجا باید کم ایمنیشو فکر کنیم که این اتفاق نیفته، یعنی خلاصه یه دکمه خاموش داشته باشه، یه طوری نشه دستمون در بره، مثل ماتریکس بشه، همون چیزی که تو ماتریکس میبینی اونا شروع کنن به، یا ببخشید توی ماتریکس نه، توی ترمیناتور، ترمیناتور اونا میان مسلط میشن در یه لحظه ای، بعد دیگه جنگ و درگیریه، اون دیگه فیلم ها شاید من دیدین. احتیاط کردن برای هوش مصنوعی موجب میشه سرعت رشدش کم بشه، ولی حرف اینه که اشکالی نداره این ایمن بمونه ولی با سرعت رشد کمتری بره جلو. چرا که اگه نره فقط مشکل ما نخواهد بود، ممکنه تمام سیاره رو اولا ببلعه، بعد اون سریع تکنولوژی و فناوری ایجاد میکنه، ابزار میسازه، شما وقتی اون بیاد از ما باهوشتر بشه فکر کنین دیگه، همه ابزارهایی که ما ساختیم اون خیلی سریعتر میسازه و ابزارهای بسیار پیشرفته تری میسازه و سریع میره سراغ منابع خورشید و تمام منظومه رو میبلعه، و بعد که منظومه رو هر چقدر که انرژی بیشتری برای خودش پیدا میکنه پیشرفته تر میشه و میره سراغ منابع کهکشان، ممکنه کهکشان رو کامل ببره و ممکنه کل جهان رو ببره، یعنی خطرش اینطوریه. و بهش اون وقت اگه چنین اتفاقی بیفته دارن بهش میگن تکینگی، میگن یه چیزی که تکینگی هوش مصنوعی. چطور ما تو فیزیک میگیم تکینگی اینه که یه سیاه‌چاله همه چیزو میبره تو خودش، اینم هوش مصنوعی میشه مثل یه چیزی که همه چیزو میبره توی خودش و دیگه چیزی، همه چی در کنترل خودشه و معلوم نیست چه بلای سر جهان بیاره. اینه که پس تکینگی هوش مصنوعی یک حرف علمی تخیلی نیست، راجبش داریم صحبت میکنیم. و ضمن این که هوش مصنوعی دستاوردهای خیلی خیلی خوبی برای ما خواهد آورد، میدونید که 2050 قراره که تیمشون با تیم ما، فوتبالشون با تیم فوتبال آدم ها بازی کنن دیگه. آنه. که من الان روبوت ها رو که میبینم میگم بازی صورت میگیره، دیدین که روبوت ها الان روبوت هاشون پشتک دارن میزنن قشنگ، نه اگه شروع کنن به درمانشون پشوت کردن و پاسکاری و اینا، تیم فوتبالشون تا چند سال دیگه کامل میشه روبوت ها. منظورم اینه که دارن خوب رشد میکنن، به ما کمک میکنن، کارهای سختی که ما نمیتونیم انجام بدیم انجام خواهند داد، خب خیلی به رفاه ما کمک میکنن. ولی یه چیزی که باید کاملا مواظبش باشیم اینه که چیزی به وجود نیاریم که موجودیت خودمون رو در معرض خطر قرار بده. در این صورت اینطوری نمیتونیم بگیم که خب پس ما چی میشیم، پس مثلا دنیا به اتمام میرسه. نه، دنیا به اتمام نمیرسه. اون موقع دانشمندای اونا وقتی دارن مطالعه میکنن میگن یه گونه ای هم بود هست شد، تکامل پیدا کرد، ما از مثل ناندرتالا ممکنه اینجوری بگم تاریخمون رو بخونم بگن فسیلای ما رو بیارم بیرون بگن خدا رحمتشون کنه چه خوب بود، ما از اونا تکامل پیدا کردیم. همین الان مگه ما نمیگیم ناندرتالا رو حذف کردیم؟ تقریبا یه اثر داشتیم روی حسبشون دیگه، انقراضشون. اینم یه مسئله هیجان انگیزیه که این روزا مطرحه و در کنار اون افزایش طول عمر دو تا فناوری رو به گسترشه که روی آینده ما اثر خواهد گذاشت و باید پیگیرشون باشیم.
بله خیلی خیلی ممنونم بابت این توضیحاتتون. البته امیدوارم اگر همچین اتفاقی هم افتاد در آینده ما نقش اون نئاندرتالا و اینا رو پیدا کنیم، برای ما دیگه معبد نسازن ما رو پرستش کنن، بگن اونا ما رو ساختن و باید پرستششون کنیم. آره دیگه به این شکل پیش نیاد وضعیت، ولی دقیقا همجور که شما فرمودید خب به هر حال این علم داره یه جورایی افسار گسیخته داره پیش میره و قطعا به هر حال همونجوری که تو صحبتم گفتم هافکینز هم یکی از نگرانی هاش این بود که این علم بر ما مسلط بشه و یک روزی بشه که علی در واقع این بردگان هوشمند انقدر هوشمندتر بشن که بخوان استقلال پیدا کنن از انسان ها و اون حق و حقوق خودش رو طلب بکنن، و چه بسا این که بخوان ما رو تحت سلطه خودشون در بیارن، یعنی دور برعکس بشه. ولی خوشحال میشم اگه بعد از این تموم شدن کتاب بتونیم در رابطه با این موضوع هوش مصنوعی یا اینا یه برنامه‌ای هم داشته باشیم، چون خیلی سوالات خیلی زیادی توی انجمن گفتگوی آوای بوف و اینا میشه، خیلی دوست دارم که یه برنامه مستقل داشته باشیم و بتونیم بیشتر به این مسئله بپردازیم. و یه چیزی خیلی خیلی نگرانش بود من دست این فرازمینی ها بودن، اینم که موضوع جالبیه توی نوجوان ها و مردم خیلی دوست دارم بهش بپردازم، ولی اون نگران بود میگفتش که به نظر من اگر فرازمینی ها بیان سر بزنن خیلی چیز نخواهد بود، مسالمت آمیز نخواهد بود، بیشتر اون میگفت مثل ما که به سرخپوستا سر زدیم به جهان جدید، حتی سر نزدیم اروپایی ها سر زدن، وحشیگری هم زیاد کردن دیگه، واقعا نابود کردن دیگه سرخپوستا رو. بله فرقی هم سرخپوستا سیاه‌پوستا هر جا رفتن یه برحال قتل و غارت کردن همه جا رو که این تمدن‌های فضایی اگه بیان برسن به زمین بیشتر ما باید نگران این باشیم که برخورد خشن و اینا با همون بکنن، نه این که مثلا هیجان زده بشن بیام یا خود چه جای خوبی پیدا کردیم اینا. و نگران بود میگه این سیگنال هایی که تو فضا داریم میفرستیم جامونو ممکنه پیدا کنن و اینا، چون ما الان یه سری سیگنال هایی میفرستیم داریم خودمونو معرفی میکنیم غیر از رادیو و تلویزیون اینا که اینا اتوماتیک سیگنالش داره میره، یه سری سیگنال ها تو برنامه های پیدا کردن تمدن های فضایی ما خودمون داریم میفرستیم که معرفیمون کنه، مثلا سطح تکنولوژیمون معرفی کنه رو فضاپیماهایی که داریم میفرستیم خارج منظومه شمسی، میدونید مثلا اطلاعات میذاریم که ما کیم، مثلا گونمون چه شکلیه، اینا اطلاعات میدیم کسی پیدا کنه اینو بشناسه. اون میگفت باید در این موردم محتاط باشیم. من خودم هم کاملا میتونم آقای مهندس تصور کنم که یه روزی یه دونه از اونا برسه به کره زمین، و اینایی که فکر میکنن قبلا اومده یا مثلا ناسا پنهان میکنه اینا به این شکل نخواهد بود واقعا. اون وقتی برسه اینجا اولا من روشن کنم میگم برسه خیلی احتمالش کمه نباشن، این همه کهکشان، این همه ستاره و این همه سیاره، ببین ما یه چند سالیه داریم میگردیم دنبال سیاره های فرازمینی کلی پیدا کردیم، همین تلسکوپ جیمز وب که رفت قرار چند تا جدید رو بررسی کنه، جوشون رو بررسی کنه، این کلی سیاره پیدا خواهد کرد، زمین مانند پیدا خواهد کرد جیمز وب. خب به اینا به احتمال بسیار زیاد هستن، ولی حالا چرا نمیرسن، تا حالا نرسیدن به ما روش بحث. شاید شما معتقدید باید منتظر پسرعموهای فضاییمون هم باشیم حالا در آینده؟ هاوکینگ هم اینو میگفت دیگه، میگفت اگرم بیان باید آماده باشیم، مثلا یه وقت بیانیم میان. مثلا من اینو میگم جناب مهندس، الان دوره اساطیری گذشته، دوره فلسفه بود این گذشته، ما مثلا داریم علمی بررسی میکنیم، بعضی ها فکر میکنن که دوره علمی همینجوری خواهد بود، مثلا اهمیتش رو شاید درک نکنن، این یه چیزه، من میگم یه چیز جدیده ما باش داریم کار میکنیم، ولی ممکنه اینم مالی یه دوره‌ای باشه پامونو بذاریم فراتر،
از این نظر ما بایستی هیچ در قید گذشته نمونیم، این نظر من میگم که یه چیز جدید اومده خودش هم ممکنه جدیدتر بشه. به عنوان مثال من حد مثلا خودم ها فکر میکنم اگه یه دونه سفینه فضایی بیاد و توی جو زمین متوقف بشه، فرضم کنین که با ما کاری نداشته باشه، مثلا صلح‌آمیز بخواد بررسی کنه، مثلا ما رو دوست داشته باشه، نخواد نابودمون کنه، خب اون موقع اون از یک جای دیگه اومده فناوری شد، فیزیک جهان رو خیلی بهتر خواهد فهمید. ممکنه قرنها کار کشف فیزیکی ما این باشه که از اونا بفهمیم چی میگن فقط. بله قطعا اگه بتونه بیاد برسه اینجا، خب علمش خیلی بالاتر از ماست که اومده رسیده. بنابراین میشه یه شاید مثلا بعدن تاریخ دانای آینده بنویسن که یه دوره کره زمین، مثلا الان داریم تاریخ رو چی میگیم؟ میگیم یه دوره اساطیر بوده، یه دوره فلسفه و دین و اینا، 400 سال هم هست ما طریق علمی داریم میفهمیم یه چیزایی رو. بعد مثلا یه 500 سالی هم از طریق یه دونه مثلا مسافر کهکشانی که داشت اینجا رد میشد ما رو دید، مثلا یه 500 سال اینجا وایساد، یه سری دانشی به ما داد. میدونید منظورم چیه؟ یعنی این که این دوره‌ای که داریم باش اکتشافات علمی میکنیم یک دستاوردیه، این یه چیز بی اهمیتی نیست، نباید دنده عقب بگیریم، بر رو به جلو فکر کنیم. الان یه روشی داره یه سری چیزا رو کشف میکنه، هی بهش نق نزنیم که حرفای قدیمی بزنیم، بگیم که خب این پس چرا جواب اونا رو نمیده، پس اگه جواب اونا رو نمیده به درد نمیخوره. خب چیز جایگزینی شما ندارید، این فعلا خیلی خوب داره کار میکنه دیگه. بله بحث ما واجدیه در این مورد.